این قسمت سومه و ممنونم از همه لطفی که به قسمت‌های قبل داشتین. همونطور که قول دادم قبل از شروع ویدیو میریم سراغ یکی دیگه از قاتل‌ترین حیوانات جنگل. اینا سگ‌های وحشی آفریقایی هستن که اگه تو محله با اونا تعقیب بشید پایان ماجرا خواهد بود. این سگ‌ها مؤثرترین قاتلان صحرا هستند. اونا استراتژی شکاری بسیار پیچیده و پرجزئیاتی دارند. با سرعتی نزدیک به 60 کیلومتر در ساعت برای فاصله بیش از 5 کیلومتر میتونن شما رو دنبال کنن. اونا حتی اجازه نمیدن شکار تنفسش رو متوقف کنه و بعد شروع به خوردنش کنن. و هرچه شکار بزرگتر باشه زجر بیشتری هم میکشه، چون اونا گروهی حمله میکنن و از همه طرف شکار رو احاطه میکنن و هیچ راه فراری وجود نخواهد داشت. اونا عادت وحشتناکی دارن و اون اینه که ابتدا از شکم شروع به برداشتن روده ها میکنن تا زودتر به چربی ها برسن. خب این تمساح جلوی راه هیپو رو گرفته و خودش هم خبر نداره. ببینیم صبر این هیپو چقدره؟ یهو لگد نزنه لهش کنه فقط. چه بامزه گوشاشو تکون میده. مثل اینکه بیخیال شد و راهش رو گرفت بره. خوبه باز این دوتا خودشونو میکشن کنار، راهش رو باز میکنن. بنده خودم کاری نداشت، فقط میخواست بره تنی با آب بزنه. کجا میری حالا با این سرعت؟ خب ببینیم جدال این کفتار اولاخ چی میشه. او ببین چطوری گردن کفتار با تمام قدرت گاز گرفته ولم نمیکنه. یه جورای خنده داره برام تلاشای اولاخه. جالبه کفتار به این فرزی بعد جوری گیر افتاده. کجا داری میبری شالا؟ ببین چه بلاس واقعا آقا علاقه. نه نه خیر، اصلا هیچ جور بیخیال بشو هم نیست. آخر هم بلش نکه. خب ببینیم این مار پیچیده داره چی؟ مار مولکه؟ اگه مار مولکه بس مار خیلی نوع کوچیکیه. ببین چجوری میخواد رفیقش رو نجات بده؟ گاز میگیره ماره رو. ای آخرش هم شد شهید راه رفیق. خب این لکلک زیبا بچه هاشو داری. ای وای چرا سر بچهشو نک میزنه؟ اوه داغم شد سرش که. چه خبتی کرده حالا این بیچاره. اوه اوه دلم ریش شد. خیلی نوکش تیزه آخه. چرا بیخیال نمیشه؟ از سر تقصیراتش بگذر. اه به قصد کشت داره میزنه واقعا. اون ستا جوجه رو ببین چطوری نگام بیکنه. وای بیچاره واقعا داره بال میزنه. آخه دلم بیشتر کباب اون ستاست که دارن این صحنه رو با استراب میبینن و انگار دارن خیلی واسه میخورن و التماس میکنن ولش کنه. ولی نه خیر، اصلا ولکن نیست که نیست. و خدا جو خیلی دلم میخواد دلیلش رو بدونم. مگه میشه آخه سوراخ سوراخش کرد؟ ماره رو ببین چطور میبیچه دور آقا تمساح. اوه با اون دندونای تیزش ببین چطور ما رو گرفت. ولی همچنان ماره داره تلاش میکنه. تمساح پوستش خیلی زخیم به نظر میاد. یعنی واقعا قابلیت نیش زده شدن رو داره؟ چی گفتم؟ چقدرم طولش بلنده ماره.
چه لمی هم داده جا خوش کرده رو آقا سوسماره. سوسمار تمسا همونه دیگه، داره تو دهن تمسا میخزه. امس این که فرار و برقرار ترجیح داد. این فزقه دیگه، اوه چطوری چسبیده بهش ماره. فکر کنم سم وارد بدنش شد. چشماش داره میره، انگاری از حال رفت. بله، سه سوتی لقمه چربش کرد. این عنکبوت موزیو ببین چطوری داره خودش رو مخفی میکنه، انگاری یه نقشه حسابی کشیده. اوه خستش این حشره بود که اسمش رو نمیدونم، جالب بود. بوفالو رو ببین چقدر پرقدرت بچهش رو نجات داد، چه سر و صدایی هم میکنه. حسابی هم شیر و فراری داد، دمش گرم. چقدر جالب، از بالای درخت نشونه گرفتش و بله زد تو خار. بذار دوباره ببینیم، ارتفاعش هم همچین کم نبودا. خب این کومودو رو ببینیم، مثل این که مرده. حالا توسط کی رو دیگه نمیتونم، البته اگه هم زنده بود فرق نداشت، در کسری از ثانیه کلکش رو میکند. اوف میبینی آخه چطوری میبلعه؟ واقعا معلوم نیست مکانیزم اعضای داخلی بدنش به چه صورته که میتونه اینطوری به سادگی شکار رو ببلعه، و انگار نه انگار. خوشحالم که تا آخر دیدی. اگه هنوز عضو خانواده ما نشدی بودو سابسکرایب کن.